خودت خوبی ناصر جون؟ قربانه. آقا یه سوال ازت داشتم، من چقدر بهت بدهکار بودم؟ یه لحظه ببینم آقا پسرمه. نه رفیقمه، من دارم با رفیقم حرف میزنم. الو ناصر جون چقدر؟ قربونه، صاحبش قابله، چاکریم. یه کنی؟ آقا پس یه کاری کن، بکنیمش دو نیم به جان ناصر. الو الو عمو جورجی، چاکریم. یه لحظه ببینم آقا پسرمه. نه بابا جو، من دارم با رفیقم حرف میزنم. خب چشمه من باز نگاه کن. چی شده؟ ببینم مردگه پوفیوز، یعنی شما فکر میکنه من صده پسرمه نمیشناسم؟ شما همهش داره با من بازی میکنه. الو عمو جورجی خوبی؟ نه چیزی نیه یارو، معلوم نیه با خوش چند چنده. آره یه تومن پول میخوام، یه میلیون. آی قربونه چاکری. آره نه پرسی که، خودت که وضعیت ما رو میدونی همون. آره آره یه لحظه ببینم آقا پسرمه. همون جورجی یه دقیقه با این بابا حرف بزن، ما رو کچل کرد. آره آره پسرته بیا. بگو نیستش دیگه، حوصله‌شو ندارم. در روز با منی؟ فوش داد بقاب دو سر. بگو گهنج کجاست؟ خونی معتزد نیا میراث تزار. خوبی عزیزم؟ با تو که هستم خوبم. یه موش بشه بر فرشه؟ ای جان از تو بهتر کیو میتونم پیدا کنم؟ خوشگل، هنرمند، روشن فکر، خوش اخلاق. میتونه فراکه ببین آقای کریم، بذار من یه توضیح بدم. یه حرف مخ نزن وحشی. بوساله بیشور. ببین منو میخوام الان کار یادت بدم. ای جان. هلو، گود مورنینگ. آقا شما زدی به ماشین من فرار کردی؟ از بیمارستان تماس گرفتن با من و گفتن که بیمار اورژانسی است، مجبور شدم که صحنه تصادف رو ترک کنم. من فراموش کردم که خودم معرفی کنم خدمتتون. دکتر حسابی هستم، فوق تخصص جراحی زیبایی از دانشگاه بارسلونا. جسارتاً میخوام خدمتتون عرض کنم که اگه میدونستم بانویی که باهاش تصادف کردم صدای به این زیبایی داره، قید بیمار اورژانسی رو میزدم و میموندم. وای تو رو خدا نگیر اینطوری. بیمار اورژانسی خیلی مهمتره. بابا خانم، چیزی که زیاد بیمار اورژانسی، خانم با شخصیتی مثل شما کم پیدا میشه. من پس امروز بعد از ظهر اگه اجازه بفرمایید خدمتتون میرسم. به امید دیدارتون آقای دکتر. معلی ریکس نیستم. ریسک؟ ریکس چیه؟ ببین بچه قیرتی، یه وقت پاد رسید به زندانی جایی ریکس میک نکنی. من آن مرغ سیاه بالم، گریزان آشیان از من. آقا هرچه باد باد، این دفعه میخوام ریسک کنم. چی شد؟ آقایون تعرض نمی کنیم به این رفیق من ها، حواستون باشه. آقا تو دهنش حرف نچرخیده، لب شکریه، بچه با مزهیه، حرف دهنش نچرخید. قربتون برم، هرچی هم ناراحت ها با من طرفه. حالیتون شو؟ باشه. گفتی با خواهر کوچیکت زندگی میکنی؟ آره؟ تو که زندانی نمیم تفلک تنهاست؟ تو چرا ربطی داره؟ خونه تو دوز زده. چرا؟ چیزی کمه مگه؟ ها نه مدلش این. بیا حالا ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ میخوام شبیه آدمیزاد بکنم. خوش دوست داری با کف؟ کف
Grazia signorita. Garcia sentertita. Grazia signorita. Garcia semolina gombolina. خدایش اینه که تو گفتی اصلا شبیه اونی که من گفتم بود. کاستا کورتا. باز میخوای گیر بیفتی اون خواهرت تنها بذاری؟ احمق. خواهر وحشی. بفرمایید آقایون. بفرمایید. سلخه استخر اشکل استخر استخر خدا کنه پاد فقط به زندان وانشه کافی اونجا بگه استخر من آن مرغ سیه با این لامسته با چرا نیچه این کلیداره رو وانه می کنن گریزان آشیان ای گفته توی هوا چی می چسبه آقا من به تو مگم چی می چسبه استخر جو بازم آقا یون ای آقا به سر تحت نظر منه تحت حمایت منه بهتون گفته باشم هر کس ناراحته با من طرفه سلام بر بانوی دریا و علف اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم که شما علاوه بر صدای زیبا سیمای بسیار زیبایی هم دارید ما مقیم ایران نیستیم ما اسپانیا زندگی میکنیم اومدیم اینجا برای شرکت در چند تا سمپوزیوم و سخنرانی در چند تا کنگره و یه دوره آموزشی کوتاه برای تعدادی از پزشکان ایرانی میذاریم و در 15 روز دیگه برمیگردیم بارسلونا تعریف از خود نباشه ولی من بهترین جراح پلاستیک جهان هستم خانم نیکول کیدمنو اساسی لیفتینگشون کردم سلام عرض میکنم شبتون بخیر خیلی ببخشید این وقت شب مزاحم شدی من فرشاد هستم از آشنایی تو خوشبختم یعنی بلغور نکن میگه ما نقشه داریم نقشه خیر من نه تا حالا پام به زنون رسیده و نه قراره برسه آفرین شام که نخوردیم نه خیر نه خانم راضی به زحمت نبودم به خود انقدر ماشاءالله عجب خواهر با سلیقه داری عجب خواهر با سلیقه ای نداری قیمه غذای مورد علاقه منه راست میگی؟ بله بله اتفاقا منم قیمه رو از همه غذاها بیشتر دوست دارم بفرمایید خواهش میکنم بکشم براتون لطف میفرمایید الان داشتم به کریم جان میگفتم که باید قدر خواهری مثل شما رو واقعا بدونم چه فایده؟ مگه گوش میکنه؟ کریم جون گوش کن حرف خواهرتو دیگه اصلا این خیالش نیست دو ماه بیرونه شیش ماه زندون تازه به من گیرم میده بکشم براتون بله من نظرم اینه که آدمای خلافکاری که زندان میرن حق ندارن به خواهرشون گیر بدن آفرین خیلی دوست دارم که توی فرصتی بشینیم در مورد واحدهای درسیمون با هم صحبت کنیم حتما کریم من باشه با هم ستایی صحبت کنیم میدونی راستش من یه مشکلی با زنو دارم اینجوری که به نظر میاد من مردم رو خوب درک میکنم زهرم تا درکشون کنی شغل میشم میفتن گردن درکشون نکن دست خودم نیست دو کلمه باشون رو فیزم دق درکشون میکنم تو این خونه درک اضافی بکنی من میدونم و تو باشه درک نمیکنم دیگه درک نمیکنم خر وحشی پیشور گاف این خواهر ما رفیقای ما رو که میبینه انگار شوهر ننمون رو دیده اصلا اخلاقش خوب نیست برای اون دوستای ارازل آباش شما معلومه که اخلاق خوبی ندارن ایشونو با اونا مقایسه میکنی؟ ایشون معلومه که درک بالایی دارن من اصلا درک نمیکنم من اصلا درک نمیکنم اینو بگیر ها؟ دو تا نسکافه لطفا دو تا نسکافه میگم ما قبلا همدیگه رو جایی ندیدیم چرا؟ کجا؟ من گیسو هم گیسو؟ پارسال قرار بود بیای خواستگاری مد یه حقه بهت زد یادت نمیاد؟ چه خوبی تو فهمیدی چه بلایی سر من اومد؟ من یه تصادف خیلی ناجور کردم شیش ماه رفتم تو کما پشت سرش از کما که در اومدم حافظم رو کلن از دست دادم خب یعنی اصلا
مول فراوون نمیخوام. جاو جمشید جمو تاج فریدون نمیخوام. بحر ما بحر ما شیه نسه. اعتراف کن، اعتراف کن. میگه 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 بابا من نمیدونم از چی اومدم اینجا. همین دستتو بزن زمین. بشین برو ببین. برو درکلم ببین. نتونستی ببینه نبین. فکر کنم دوباره مجبورم از لبش کمربند استفاده کنم. نظرت چیه؟ همچین زدم جو این سوسک لهش کردم. چی فرمودی؟ بچه قرتی سوکس سوکس. آقا فرشاد خب سوکس درسته دیگه. سوسک سوکس چیه؟ جون سلام سوکس حسابی هستم. بله آی دکتر حساب. بله بله ابدا هیچ خطری نداره خانم، اینا شایعات همه. بله. اگه خطرناک بود من مادر خودمو که لایپوساکشن نمیگردم که خانم. برو بریم. در ماشین قفل نمیکنی؟ در ماشین چه کار نمیکنم؟ قفل چطور؟ هیچی اینا اتوماتیک خودش قلف میشه.